همونطور که میدونی چند وقت پیش من یک مقاله نوشتم توی دوران همین تحصیل دکترام و این مقاله به تازگی حالا اکسپ شده و آنلاین شده، هنوز نسخه پی دی افش رو خودم هم ندیدم و یه تجربه خیلی جالبی بود این نوشتن اولین مقاله، هرچند مقاله حالا خیلی بزرگی هم نیست و حالا اولین مقاله دوره دکترام هستش. قاعدتا اولین مقاله کسی حالا نمیشه گفت بهترین مقاله یا خفن ترین مقالش هستش، اما یه سری تجربه هایی کسب کردم توی این مسیر و همچنین خودم هم در حال حاضر در حال کار کردن روی مقاله بعدی هستم، یعنی اینکه دارم مواد لازمش رو آماده میکنم، دارم محاسباتش رو انجام میدم، دارم در واقع اون پژوهش رو انجام میدم و به زودی میخوام شروع به نوشتن بکنم. در نتیجه تصمیم گرفتم که یه خود راجع به این قضیه باهاتون صحبت بکنم، اینکه این مقاله ها از نظر محتوایی چی هستن، چه چیزهایی توشون هستش و کلا یه دسته‌بندی بهتون ارائه بدم تا شما بتونید با توجه به اون سطح علمی که دارید مقاله‌ای که مناسب برای شما هست برای نوشتن بتونید انتخاب بکنید و خیلی توی زمانتون احیانا صرفه‌جویی بشه یا اصلا اون کار شدنی بشه براتون. سلام، بفهم هستم داشتی دکتر دانشگاه مکمستر کانادا. اگر اولین بار یه ویدیو از این کانال میبینید، من محتوای راجع به بحث اپلای و زندگی دانشی توی کانادا میذارم. اگه این ویدیو بهتون اطلاعات مفیدی داد خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و همچنین ویدیو رو لایک بکنید تا این ویدیو در معرض دید کسایی که مثل شما هستن و به این اطلاعات نیاز دارن قرار بگیره. من اول دسته‌بندی مقالات رو بهتون میگم. قاعدتا دسته‌بندی که میخوام بگم خلاصه‌ای از انواع مقاله ها هستش. ما مقالات خیلی زیادی داریم که حالا یه سری‌هاشون خیلی پرکاربرد نیستن یا اینکه بیشتر حالا دانشجویی که میخوان اپلای بکنن سراغشون نمیرن و مربوط به فیلد ریسرچ و اینجور چیزا نیستن، ولی اون مقالاتی که بیشتر خودم دیدم، خودم سر و کار زدم باهاشون، میتونم بگم تقریبا توی این پنج دسته‌ای که الان میخوام اسمش رو بگم جا میگیره. اولین دسته در واقع مقالات متد یا متدولوژی هستش. دومین دسته تو زمینه ریسرچ آرتیکل هستش. دسته سوم مقالات کیس استادی هستن. دسته چهارم ریویو پیپر ها و دسته پنجم مقالات دیتا هستن. میخوام این چند تا دسته رو به ترتیب بهتون بگم که هر کدوم چی هستش و چه چیزهایی توش نوشته شده و چه کارهایی برای آماده سازی مقالات باید انجام بدید. اولین دسته از مقالات که میخوام بهتون معرفی بکنم مقالات متدولوژی هستن. این مقالات درباره بیان یک روش جدید، یک روش آزمایش جدید، یک روش تحلیل جدید، یک روش به هر حال محاسبه یک پارامتر، بیشتر رو این چیزا مانور میدن و حالا حتما هم بیان یک روش جدید نیست، میتونه یک تغییر کوچیک، حالا اصطلاحا مودیفیکیشن میگن، یک تغییر کوچیک روی یک روش قدیمی باشه و اون روش رو بهتر بکنه یا اصطلاحا بهینه ترش بکنه. و این مقالات خب از نظر سطح نوآوری یا حالا اصطلاحا نوولتی توی سطح خیلی بالایی هستن. چرا؟ چون که شما دارید یک روشی بیان میکنید که قبلا انجام نشده، دارید یک روش تحلیلی میدید که قبلا وجود نداشته، یا اینکه یک ورژن بهتری از یک کار قدیمی رو دارید میان بیان میکنید که قبلا کسی روش انجام نداده و خب از نوآوری خیلی بالا هستن. منتها این مقالات یه مقدار نوشتنشون و کلا اون بیان اون فلسفه یه مقدار سخت هستش. چرا سخت هستش؟ چون که شما باید در واقع اینطوری بگم کار هر کسی نیست نوشتن این مقالات. شما باید خیلی تو اون زمینه تحقیقی خودتون خیلی خبره باشید، خیلی در واقع کار کشته باشید، مثلا سالیان سال تو اون زمینه تحقیق کرده باشید تا بتونید همچین مقاله‌ای بدید و یک روش جدید بیاین بیان بکنید. اما اگه به هر حال دانشجوی تازه کار هستید یه مقدار شاید این کار سخت باشه، به شخصه برای خود من یا حتی شاید برای استاد من هم این کار سخت باشه، چون که به هر حال تازه کار هستیم توی ریسرچ و زمان میبره رسیدن به اون لول که به اون مرحله که بتونیم همچین کاری انجام بدیم. اما اگه همچین کاری انجام بدیم کار بسیار ارزشمندی هستش و واقعا از نظر نوولتی سطح بالایی داره و این مقاله هم خب چون شما دارید روش رو بیان میکنید توش، بعدها سایتیشن خیلی زیاد، در واقع رفرنس، در واقع ارجاع خیلی زیادی به مقاله شما میاره، افراد دیگه این میان از این مقاله شما استفاده میکنن و یک چیزی رو تحلیل میکنن، یک چیزی رو تست میکنن و این مقاله از نظر ارزش خیلی بالا میره. دسته دوم از مقالاتی که میخوام بهش اشاره بکنم اصطلاحا بهشون ریسرچ پیپر میگن یا ریسرچ آرتیکل. این جریانشون چیه؟ از نظر محتوایی چی هستش داخلشون؟ توی این مقالات بیشتر میایم به یک پرسشی که توی دنیای آکادمیک توی اون رشته ما وجود داره پاسخ میدیم و پاسخ دادن به این پرسش بر اساس همون روش ها و متد هایی هستش
که توی مقالات متد در واقع به وجود اومده. بذار یه مثال بهتون بزنم، با این مثال خیلی واضح‌تر میتونم منظور رو توضیح بدم. البته مثالی هم که میخوام بزنم مقدار مثال عمرانی هستش، ولی خب شما میتونید از این مثال توی فیلد خودتون استفاده بکنید. به عنوان نمونه میخوایم ارزیابی در واقع سازه‌های بتونی رو انجام بدیم در اثر زلزله، کاری که به هر حال مهندسای زلزله، مهندسای عمران انجام میدن. خب این ارزیابی سازه‌ها در برابر زلزله یه نوع پرسش میتونه باشه دیگه. پرسشش چی میتونه باشه؟ اینکه آقا سازه ها در برابر زلزله چه پاسخی از خودشون نشون میدن. و این مقاله در واقع میشه یک مقاله ریسرچ پیپر، یعنی شما میاید این موضوع رو میگیرید با استفاده از فرضیات قبلی که وجود داره، با استفاده از متدهایی که یک سری افراد دیگه اومدن و اون متدها رو توسعه دادن در واقع، شما میایید و این ریسرچ خودتون رو انجام میدید. در واقع میایید حالا یه ساختمون فرض میکنید، یه محل براش در نظر میگیرید و یه سری تحلیل ها، یه سری آزمایش ها، یه سری آنالیز ها رو روش انجام میدید و در واقع جواب اون تحقیق شما میشه جواب اون پاسخ، در واقع جواب اون پرسشی که مطرح هستش. و این مقالات بیشترین حجم رو از نظر فراوانی دارن، چون که خب به هر حال سوال ها تو زمینه های حالا مهندسی یا غیر مهندسی خیلی زیاد هستش دیگه، و به نسبت میشه گفت که کارهای قابل انجام تری نسبت به اون بحث متد هستش. شما کافیه که توی اون فیلدی که دارید کار میکنید یه دونه سوال بتونید پیدا بکنید، یه موضوع بتونید پیدا بکنید و خیلی راحت میتونید با یک سری انجام با استفاده از یک سری روش ها و تحلیل ها جواب اون سوال رو پیدا بکنید. البته خیلی راحت که میگم، یعنی آنچنان راحت هم نیست، تا به هر حال آنالیز داره، تحلیل داره، جمع‌آوری شاید داده داشته باشه، ولی خب متد شما از یه متد شناخته شده استفاده می‌کنید و اون فرضیات، اون متدها رو روی این سوال خودتون پیاده می‌کنید و یک جواب تولید می‌کنید رو به عنوان یک مقاله منتشرش می‌کنید. اکثر مقاله‌ای که شما احیانا می‌خونید تو همین قضیه هستش. ساختار مقاله‌ها معمولاً با یه اینتروداکشن شروع میشه، یه فرضیه، یه فرمولیشن، احیانا یه مثلا فرمول بندی میان ارائه میدن که آقا این محاسبات داره چطوری انجام میشه، بعد یک سری حالا پارامتر در نظر میگیرن، یک سری در واقع حالا سابجکت بخوایم بهش بگیم، یک سری چیز مورد آزمایش میان در نظر میگیرن و این کارها رو روش انجام میدن، اون محاسبات، اون فرضیات، اون فرمول بندی روش انجام میدن و در نهایت به صورت نمودار میان نتایج رو ارائه میدن، به صورت نمودار یا جدول. و حالا به یه بحث مثلا یه بخش در واقع کانکلوژن و ریزالت و اینجور موارد هم داره. این مقالات از نظر نوآوری باز هم در یک سطح خیلی خوبی هستن و باز هم مقالاتی هستن که در نهایت برای شما ارجاعات زیادی میارن، در واقع سایتیشن زیادی میارن، چون که شما یه بخش از اون سوال رو حل میکنید، از اون مشکل رو، و افراد دیگه که بخوام بیان دنبال روی شما باشن در واقع میان و از اون آنالیز شما، از اون نتایج شما استفاده میکنن و کار رو ادامه میدن. از نظر در واقع نوشتن هم به هر حال سختی های خاص خودش رو داره، ولی خب یه مقدار راحت تر از اون مقالات متد هستش. و حالا مقاله‌ای که خودم هم الان در حال حاضر دارم کار میکنم همین هستش، دارم میام اثر در واقع رفتار پل‌هایی که روشون ماشین رد میشه در برابر زلزله میخوام بیام اندازه‌گیری کنم، ببینم که چه اثری نشون میدن، چه مقدار خراب میشن، و حالا یه سری محاسبات عددی و یه سری مدل سازی و اینجور موارد هم توش داره. دسته بعدی مقالاتی که میخوام بهشون اشاره بکنم اصطلاحاً ریویو آرتیکل، مقالات ریویو یا حالا به فارسی مرور هستن. این مقالات چی از جریانشون؟ این مقالات میان و یک خلاصه جامعی از پژوهش‌های گذشته انجام میدن و اون رو به عنوان یک مقاله منتشر میکنن. این پژوهش‌ها میتونه پژوهش‌های 10 سال اخیر، 20 سال اخیر، 25 سال اخیر تو اون زمینه تحقیقی شما باشه. حالا به عنوان نمونه بخوام یه مثال عمرانی اینجا بزنم، یک نفر میتونه بیاد یک مقاله مروری بنویسه و بیاد تمام پژوهش‌هایی که روی پل در زمینه زلزله انجام شده رو خلاصه بکنه. مثلا آقای ایکس در سال 1990 این کار انجام داد، آقای ایگرگ در سال 95 این کار انجام داد، در سال 2000، و همینطور از یک سالی شروع بکنه و بیاد جلو و تمام پژوهش‌ها رو خلاصه بکنه. این مقاله حالا لزوماً خلاصه از کارهای گذشته هم نیستن. خیلی بهتره که توی این مقالات به گپ، به فضاهای خالی که توی اون ریسرچ وجود داره هم اشاره بشه. به عنوان نمونه همون مقاله ریویوی که در مورد پل‌ها داره نوشته میشه، میتونی بیاد در انتها اشاره بکنه که روی این موضوع هنوز کار نشده، روی اون یکی موضوع هنوز کار نشده، و
در واقع یک مسیر، یک حالا رودمپ اصطلاحاً برای آینده بخواد ترسیم بکنه، بگه که خیلی خوبه که بقیه ریسرچرها بیان و روی این زمینه ها هم در آینده کار بکنن یا هنوز کار نشده و این زمینه فضای خالی وجود داره. همونطور که مشخصه این مقالات از نظر نوآوری مقدار در سطح پایینی هستن. چرا؟ چون که خب در واقع یک گزارشی از کارهای گذشته هستش دیگه، هیچ ایده‌ای مطرح نشده توش، هیچ روش جدیدی مطرح نشده، هیچ آزمایش تحلیلی انجام نگرفته و صرفا یک ریپورتی از گذشته هستش. اما یک نکته مثبتی این مقالات داره اینه که اگه شما احیانا تو پژوهشی که توی ارشد یا تو کارشناسی انجام دادید احیانا پژوهش خوبی نبوده، شما نتونستید یک سری نتایج خوبی به دست بیارید، یا احیانا اصلا پژوهشی هم انجام ندادید و نمیدونید چطوری مثلا یک ریسرچ رو شروع بکنید، نوشتن یک مقاله ریویو میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. مثلا شما میتونید بیاید از 50 یا 100 تا پژوهش‌های اخیری که توی فیلد شما انجام شده اونها رو مطالعه بکنید، یه خلاصه خیلی جامع و کامل ازشون تهیه بکنید و یک مقاله ریویو بنویسید و این میتونه شروعی باشه بر بقیه کارهای شما. و خب حتی میتونید ادامهش هم ندید، همین رو به عنوان یک مقاله ارائه بدید، یک مقاله ریویو ارائه بدید و از امتیاز مقاله استفاده بکنید. این مقاله هم خیلی ارجاعات زیادی برای شما میاره، سایتیشن زیادی برای شما میاره اگه خوب بتونید بنویسید. به حال نوشتن یک مقاله ریویو هم هنر خیلی زیادی میخواد، شما بتونید همه اون لیترچر، اون ادبیات فنی که هستش رو کاور بکنید، پوشش بدید و یه مقاله به حال مروری خیلی خوب در بیارید. و این مقاله خوبیش هم اینه که بقیه هم میان از این مقاله استفاده میکنن به عنوان یک رفرنس و باز هم ارجاعات خیلی زیادی برای شما میاره. منتها نوشتنش خب به هر حال شما باید مقالات خیلی زیادی بخونید دیگه، شاید 50 تا 100 تا، معمولا بالای 100 تا رفرنس این مقالات دارن و این یه مقدار شاید کار سختی باشه، همونطور مدیریت کردن اون حجم از اطلاعات. اما چون که نوآوری نداره و به هر حال پژوهشی توش انجام نمیگیره، شاید برای یک سری افراد که ایده ای از پژوهش ندارن یک راه حل خیلی خوب برای نوشتن مقاله باشه. دسته بعدی مقالاتی میخوام راجع بهشون صحبت بکنم اصطلاحاً مقالات کیس استادی هستن که حالا هم تو مهندسی کاربرد داره و هم بیشتر تو زمینهای پزشکی کاربرد داره. این مقالات کیس استادی و تو زمین پزشکی کاربردش بیشتر هم هستش. مقالات کیس استادی به چه صورته؟ همون مقالات ریسرچ پیپر، در واقع ریسرچ آرتیکل، همون مورد شماره 2 که تعریف کردم، در واقع یک حالت خلاصه تر، یک حالت در واقع محدودتر از اون مقالات هستش. به چه صورت؟ میایین همون سوال‌هایی که تو فیلد شما مطرح هست رو میایین روی یک مورد خاص، روی یک کیس خاص بررسی می‌کنید، به جای اینکه روی یک در واقع یک حالا یک مدل عام صحبت بکنید. یه مثال بخوام بزنم، همون مثال پل رو حالا اگه یادتون رفته بگید یه دور دیگه عقب بذارید نگاه بکنید. مثلا یک کسی میخواد آثار زلزله رو روی پل‌های بتونی بررسی بکنه، این گفتیم که میتونه یک موضوع برای یک ریسرچ پیپر باشه، حالا نه به این صورت ها، خیلی جزئی تر. ولی اگه اون فرد بیاد آثار زلزله مثلا پل سر کوچه خونش رو برای زلزله بررسی بکنه و برای همون منطقه هم در نظر بگیره، این میشه یه مدل کیس استادی. چرا؟ شما اومدید همون در واقع اون پرسشی که توی فیلد شما مطرح هست رو فقط برای یک کیس خاص، یک مورد خاص اومدید بررسی کردید. احیانا دیگه نوع پلتون مشخصه، پل سر کوچه‌تون هستش و منطقه‌تون هم مشخصه دیگه، آب و هواش مشخصه، حالا اون منطقه لرزخیزیش هم مشخصه و شما اون رو میاد براش در نظر میگیرید و یک کیس، یک مورد خیلی خاص رو مطالعه میکنید. همونطور هم که مشخصه خیلی محدودتر از ریسرچ پیپر ها هستش دیگه. توی ریسرچ پیپر احیانا میخواین همین موضوع رو مطالعه بکنید، میایین مثلا پل‌های یک منطقه خیلی بزرگ رو در برابر مثلا زلزله‌های خیلی زیادتر و حالا اون سوالش هم واقعا خیلی پیچیده‌تر خواهد بود، انواع اقسام پل‌ها، شاید انواع اقسام زلزله‌ها و اینجور موردها. اما توی این حالت کیس استادی شما خیلی جزئی‌تر، خیلی ریسر میایین اون مسئله رو بررسی می‌کنید. این مقالات هم یه مقدار از نظر نوولتی خیلی نوآوری ندارن. چرا؟ چون که شما اومدید خیلی خودتون رو محدود کردید، اولا که هیچ روش جدید ارائه ندادید، درسته یک مقدار آنالیز انجام دادید، یک مقدار کار انجام دادید، اما باز هم دایره در واقع اون آنالیز شما، دایره گستردگی شما محدود هستش و همه موارد رو شامل نمیشه.
اما باز هم به هر حال از نظر ریسرچ بوده، از نظر اینکه یک کار پژوهشی هستش، کار ارزشمندی هستش و احیانا همین مقاله اولی هم که من نوشتم که عنوانش رو دقت کرده باشین یک کیس استادی هستش. خود من اومدم یک پل رو توی یک منطقه از کانادا گرفتم و یه سری آنالیزهای خیلی اولیه روش انجام دادم و حالا این آنالیزها قراره تو مقاله دومی که دارم می‌نویسم کامل‌تر و خیلی گسترده‌تر بیام بیان بکنم. ولی برای شروع کارتون، اگر دارید یک فیلدی رو تازه شروع میکنید، تازه استارت میزنید و خیلی از آیندهش مطمئن نیستید، میتونید اول از همه بیاین و با یک کیس استادی شروع بکنید. یه دونه مورد خیلی خاص رو بگیرید، روش مطالعه بکنید، یه سری آنالیز ها، یک سری تحلیل ها، یک سری آزمایش ها رو انجام بدید و اون رو به عنوان یک مقاله بدید بیرون و در واقع ببینید که آیا این مقاله حالا مورد قبول واقع میشه یا نه. اگه مورد قبول واقع شد، میتونید اون فیلد رو ادامه بدید و خیلی عمیق‌تر واردش بشید. یه نکته دیگه هم راجع به مقالات کیس استادی بگم، اینه که این مقالات توی شرایط واقعی باید نوشته بشه. یعنی شما حالا احیانا همون مثالی که بخوام بزنم، اون پل سر کوچه‌تون رو می‌خواید آنالیز بکنید، نباید چیزی رو تغییر بدید، نباید در واقع شرایط رو عوض بکنید. همون شرایط واقعی، همون رو باید بیاین حالا مدل سازیش رو انجام بدید، آنالیزش رو انجام بدید یا آزمایشش رو انجام بدید و تحقیق بکنید راجع بهش و یک سری دیتا، یک سری آنالیز، یک نتایج تولید بکنید و در واقع اون جامعه ریسرچ، جامعه ریسرچرها رو از اون پدیده‌ای که داره روی اون پل اتفاق میفته، روی اون موضوع شما داره اتفاق میفته آگاه بکنید. دسته آخر مقالاتی که میخوام بهشون اشاره بکنم و خود من تا الان چند موردی دیدم توی این پروسه به حال ادب فنی که داشتم میخوندم، مقالات دیتا هستش. این مقالات میان چیکار میکنن؟ میان یک سری حالا پدیده های طبیعی یا حالا پدیده های مصنوعی رو میان اندازه‌گیری میکنن، آزمایشش رو انجام میدن یا اینکه حالا پدیده طبیعی باشه دیتاشو ثبت میکنن و به صورت یه حالا یه مقاله ارائه میدن. حالا به عنوان نمونه مثلا توی بیشتر توی بحث‌های شاید حالا هواشناسی بخوام بهتون بگم، حالا مثالی که دارم می‌زنم خیلی محدود هستا، به عنوان نمونه میزان بارش سالیانه یک شهر یا حالا مثال زلزله‌ای بخوام بزنم، زلزله‌های اخیری که توی یک شهر اتفاق افتاده، حالا اون زلزله‌ها رو ثبت می‌کنن. حالا بخوام ریشتر بگم، مثلا میان ریشتر بزرگاشو اندازه می‌گیرن، یعنی چند ریشتر هستش، 7 ریشتر، 8 ریشتر، یا حالا در مورد اون مثال بارندگی که زدم، مقدار آبی که اومده، مقدار بارونی که ریزش کرده رو میان اندازه می‌گیرن و اینو به صورت یک در واقع مقاله ارائه میدن. این مقالات هم همونطور که مشخصه خیلی بار اونطوری در واقع نوولتی یا بار علمی خیلی جدید یا نوآوری نداره، اما یه خوبی که داره اینی که شما میتونید اون دیتایی که حالا به حال تولید کردید، اون پرسشنامه‌ای که حالا انجام دادید، اون مقالات، اون دیتایی که دارید رو اگه هنوز خیلی زمان مونده که توی مقاله اصلیتون پابلش بکنید و به عنوان یک ریسرچ پیپر بدید بیرون، همون رو میتونید به عنوان یک مقاله دیتا بدید بیرون و حالا از اون به عنوان یک امتیاز استفاده بکنید. خب من اومدم 5 تا مورد از این مقالات رو بهتون گفتم. این مقالاتی که معرفی کردم پرکاربردترین مقالات توی حالا بحث‌های اپلای و بحث‌های حالا مهندسی و شاید حالا بحث‌های در واقع رشته‌های غیر مهندسی باشه. با نوشتن هر کدوم از این مقالات شما یک مقدار سابقه ریسرچ به خودتون در واقع می‌گیرید، خودتون نشون میدید که سابقه ریسرچ دارید و هر کدوم از این مقالات رو بتونید بنویسید واقعا ارزشمند هستش. هر کدوم از این مقالات سختی‌های خاص خودشون رو داره و حالا آسونی‌های خاص خودش رو داره و شما باید با توجه به اون سطحی که هستید، اون فیلدی که دارید میخونید، باید اون مقاله مورد نیاز خودتون رو انتخاب بکنید. به عنوان نمونه الان من که دارم اینجا دکترا میخونم، اگه بیام 3 مقاله مثلا کیس استادی یا 3 مقاله دیتای خیلی سبک بنویسم، مورد قبول دانشگاه واقع نمیشه. از من انتظار میره به عنوان دانشجوی دکترا که 3 مقاله ریسرچ، در واقع ریسرچ پیپر هم مورد 2 یا حالا مورد 1، ولی به هر حال با توجه به اون مقطعی که شما هستی و با توجه به اون انتظاراتی که ازتون میره، باید بتونید یکی از این مقالات رو انتخاب بکنید بنویسید. حالا من گفتم 3، اینجا قوانین دانشگاه ها و دانشکده ها متفاوته. به عنوان نمونه برای دانشگاه من، برای دانشکده عمران، دانشگاه مکمستر، قانون اینطوریه که 3 مقاله، در واقع 3 مقاله باید بدیم و حالا استاد مثلا اجازه بده که ما دفاع بکنیم. حالا این مقاله باید Q1 یا Q2 اینا باشه، اینا رو در آینده بیشتر روشون
مانور میدم و توضیح میدم بهتون. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه براتون، اطلاعات خوبی گرفته باشین. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و اینکه نظرتون رو راجع به این ویدیویی که ساختم بهم بگید، چون من میخوام یک سری ویدیو در ادامه این ویدیو بسازم و نظرات شما خیلی 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 میتونه تو این قضیه بهم کمک بکنه. امیدوارم که همیشه موفق باشین و همیشه اتفاقای خوب تو زندگیتون بیفته. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.